امروز شنبه 72 روز انقلاب جوانان ایران هست که وارد مرحله تازه‌ای شده. مسئله این روزها بعد از پیروزی جمهوری اسلامی در فوتبال، تیم خامنه‌ای به گونه‌ای برخورد کرد که دل همه مردم ایران به درد آمد. آنها هم شادی کردند، هم رقصیدند، هم سرود ننگین جمهوری اسلامی رو خوندند و در بازی قبل هم با سیاه‌کاری می‌خواستند مردم رو گول بزنند. چون دیدند نشد، خامنه‌ای بهشون دستور داد که شاد باشند، برقصند، شادی کنند و این باعث شد که حتی نیروهایی که در استادیو در قطر بودند که از سوی سپاه پاسداران از ایران حزب‌اللهی‌ها رو برده بودند به دیدن فوتبال، که حتی برخی سران حکومت هم در بین تماشاچیان بودند، خانواده هاشون و در قطر هم کارگران فصلی هندی و پاکستانی رو به خدمت گرفته بودند، پول داده بودند، آورده بودند در قطر تا بتوانند بر علیه مردم ایران خودی نشان دهند. اما خوشبختانه مردم دیگر فهیم هستند، میدانند و جهانیان هم دیگر این رژیم حقباز رو شناختند و گول نمیخورند. اما با این همه اینها پررو هستند و به گونه‌ای برخورد میکنند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و کسانی که کشته شدند، کسانی که زخمی شدند، کسانی که در زندان هستند از مخالفان ایران هستند، در حالی که همه موافقان ایران هستند، طرفداران وطن هستند، ضد دیکتاتوری خامنه‌ای هستند و این انقلاب نوین رو آخرش به پیروزی خواهند رساند. در یک ویدیویی که در رسانه‌های خارجی پخش شده، از شادی و رقص تیم خامنه‌ای صحبت کرده و گفته اینها طرفداران خامنه‌ای هستند، به شکل دیوانواری در خیابان‌ها و در استادیو در قطر سعی کردند که حکومت رو مقبول نشون دهند، اما این عمل از نظر مردم رد هست و مردم خواستار پایان گرفتن حکومت اسلامی است. به این ویدیو توجه کنید. متوجه شدید که چگونه حتی
کشورهای دیگر، رسانه‌های دیگر هم فهمیدن که اینها مردم ایران نیستند، کسانی که آمدند و رقص و شادی کردند، طرفداران خامنه‌ای، خانواده پاسداران و کسانی که اجیر شده بودند، پول گرفته بودند و آمده بودند در استودیو و در ایران هم که هیچ کس اصلا توجهی نکرد، باز سرکوبگران در خیابان رقص و شادی کردند از اینکه دارند مردم ایران رو میکشند. و علی کریمی، فوتبالیست و مبارز کنونی، اعلام کرد که چهره‌های حکومتی در قطر بودند. او با انتشار تصاویری از حضور برخی چهره‌های نزدیک به نهاد سرکوب ایران که بهشون میگن نیروهای ارزشی و معروف هستند به آدم‌های طرفدار خامنه‌ای، اونها رو خطاب قرار داد و نوشت: با پول مردم رفتی قطر تا خوراک برای لشکر رسانه‌ای نظام تهیه کنی؟ این ملی پوش پیشین تیم فوتبال ایران علی کریمی در ادامه به اونها گفته لشکر بی وجدان‌ها و نوشته این زن کنارتان در استادیوم قطر باشه تحریک نمیشید، اما این زن کنارتان در استادیوم تهران باشه اصول دین جابجا شده و تحریک میشید. اعلام کرده افرادی مثل مصطفی وسوقکیا، مدیر سابق فرهنگی خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات، مجید رفیعی و حسین دارایی، فعالان تیوتری حامی حاکمیت، محمد نسیمی، رئیس روابط عمومی هلال احمر، دانیال معمار، سردبیر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری، علی رجبی، رئیس پیشین اداره اخبار مجلس شورای اسلامی و محمد رسول جلالی، مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه امام سجاد هرمزگان، در قالب تماشاگران و هواداران تیم ملی ایران در قطر حضور دارند. واکنش علی کریمی بود نسبت به رفتاری که جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انجام داد و باعث شد که دل همه ایرانیان بشکنه که چگونه هست یک تیم که اسمشو میخواد بذاره تیم ملی ایران شده تیم طرفداران خامنه‌ای. باعث تأسف، از مردم ایران تغذیه میشن، پول میگیرند و دشمن مردم ایران میشن. هیچ وقت خورشید زیر ابر نمیمونه، بیرون میاد و همه حقایق برملا میشه و مردم هم به پیروزی خواهند رسید. ولی دیدید که حتی خارجی ها هم از رقص و شادی این تیم حکومتی، تیم جمهوری اسلامی، ناراحت بودند و گفتند اینها دیوانوار آمدند طرفداران خامنه ای به خیابان. هیچگاه نگفتند مردم ایران، چون مردم ایران 85 میلیون، 15 میلیون هم خارج از ایران، 100 میلیون مخالف جمهوری اسلامی هستند. تا برنامه دیگر، بدرود.